من علیرضا فتوحی هستم، 55 سالمه، از خطه شمال ایران شهسوار. در رابطه با پیشینه دینی من، به واسطه پدر مادرم مسلمون بودم، ولی نه مسلمونی که 24 ساعته اون احکام رو انجام میدم. برگزیدن دین دیگه‌ای، برگزیدن اندیشه دیگه‌ای به جز اسلام، بر این باور بود به پیشینه‌ای که من قبل از اینکه مسیح رو بشناسم با خیلی از متدهای متفاوت فکری آشنا بودم، مثل ریکی، مثل فرادرمانی، عرفان، مثل و سلوک‌های دیگه، تصوف. مثلا به واسطه آشنایی با ریتم و نوازندگی دف، من در خیلی از خانقاهای دراویش ایران رفتم و باهاشون هم سفره و هم سفر شدم برای آشنایی، و اون حس خداجویی منو به خیلی جاها کشوند، ولی منو راضی نمی کرد. احساس می کردم خیلی جاها عمل با کلام مطابقت نداره. یه چیزی رو میگن ولی دقیقا اون رو عمل نمی کنن. و اون خدایی که من به عنوان یک خدای مهربان همیشه در زندگی دنبالش بودم، خدایی نبود که در اسلام و در جهاد و بزن بکش و نمیدونم در قصاص و اینجور چیزا میتونستم پیداش بکنم. آشنایی من با مسیح شاید برمیگرده به اول دبیرستان، که فیلم مسیح رو توسط یکی از دوستانم گرفتم. اون فیلمی که خیلی قدیمی بود، ایتالیایی بود، منو خیلی مورد به سمت خودش کشوند و احساس کردم که سوای از اینکه حرف تازه‌ای میزنه، محبتش خیلی خیلی واقعی هست. اما در انتهای فیلم، اونجایی که میگفتن اگر ایمان دارید که عیسی خداوند شماست، پس بگید که به او محتاجید، تا این قسمت قضیه من مشکلی نداشتم. به اینجا که میرسیدم نمیتونستم بپذیرم که یک انسان میتونه خدا باشه. یعنی اون دانش رو نداشتم که این درک رو بکنم که خدا میتونه به هر صورتی ظاهر بشه و این دفعه، این بار به صورت یک انسان بر زمین اومد تا من نوعی رو بتونه راهنمایی بکنه. اونجا بود که میذارم فیلمو قطع میکردم، ولی در ذهنم تمام حرفها، تمام کارها و اون اندیشه رو کاملا قبول داشتم و یه مدت سرگردونی خیلی زیادی بود و بگیر و ببندهای خیلی زیادی در ایران بود. من و خانومم در سال 2014 اومدیم ترکیه که یه خورده بگردیم. در اونجا دنبال استاد میگشتیم، دنبال استادی که راهنمای ما باشه برای رفتن به حقیقت، به کمال رسیدن. دوستان در استانبول ما رو معرفی کردن به کلیسا و از ما دعوت کردن و خیلی براشون تعجب آور بود. همون لحظه که ما تو خیابون دنبال خدا میگشتیم و واقعا مثلا خانومم به من میگفت که ما 2 هفته تو ترکیه هستیم و خب خریدامون هم کردیم، حالا برای چی اینجا هستیم؟ چه چیزی ما رو صدا میکنه؟ که دوستان بشارت دادن و ما وارد کلیسا شدیم و اون باب آشنایی من با مسیحیت بود. در کلیسا وقتی که وارد شدم، اولین چیزی که جلب توجه کرد برای من ادایی بود که نوازنده ها بالای سن در می آوردن. من به خانومم نگاه کردم، دخترم با من بود، گفتم اینا چرا ادای خارجی ها رو در میارن؟ ماها در ایران عادت کرده بودیم برای اینکه خدا رو صدا بکنیم تو سر خودمون بزنیم، گریه بکنیم، با اشک و آه و ناله و زاری خداوند رو صدا بکنیم یا با نذر و نیاز، ولی اینها با رقص و آواز و با ساز داشتن این کارو میکردن. برای من خیلی جنبه ادا داشت. الان که فکرشو میکنم، بعد از این سالها که خودم جزء پرستندگان شدم و همراه با دخترم در کلیسا ساز میزنیم، آهنگ میسازم و این کار رو انجام میدم، اون تغییر و اون دگردیسی که باید شکل میگرفت در من در کلیسا به وجود اومد و از این بابت خیلی خیلی خوشحالم. علت این که این تصمیم رو گرفتم مطالعه‌ای بود که در مسیحیت کردم. در مسیحیتی که 2 تا قانون اصلی رو جلوی روی هر انسانی میذاره، نه به واسطه دین، به واسطه فیضی که خداوند میده. باور داشتم که خداوند بسیار بسیار مهربان و ارحم الراحمینه. این باور قلبی من بود
نمیتونستم جهنمی رو تصور بکنم که به واسطه انجام دادن بعضی از کارها منو به اونجا ببره. در مسیحیت عیسی مسیح به زبان خیلی ساده میگه، میگه تمام شریعتی که موسی گفت هست، ما نمیتونیم اونو عمل بکنیم، ولی دو تا قانون هست، دو تا فرمان هست که من میخوام اونها به عنوان مکمل تمام فرامین برای شما جایگزین همه بشه. یکی این که خداوند خودتون رو با تمام دل ستایش بکنید، پرستش بکنید و بهش ایمان داشته باشید و فقط اون خدای شما باشه. و دوم این که همسایت و بنده های دیگر و فرزندان دیگر رو مثل خودت دوست داشته باش. و این دوتا برای من بسیار عالی بود و اون چیزی بود که سالهای سال به دنبالش میگشتم و هدف تمام زندگی من بود. از اون زمانی که به خودم گفتم از این بعد من مسیحی هستم، به این باور بودم که خب من یک خدای خاصی رو پیدا کردم. مثل خیلی‌ها که میرن یک قنادی، یک رستوران، یک انسان دیگه رو میبینن، دوستی رو میبینن و بهش پیشنهاد میدن از اونجا خرید بکن، از این رستوران دیدن بکن یا به فلان فروشگاه برو. تز منم این بود، این خدایی که من پیدا کردم رو به دیگران نشون بدم، معرفی بکنم به واسطه کتاب‌هایی که وجود داره، به واسطه کلام خودش. به شاگردهام میآموزم و با اونها در اشتراک میذارم که این خدا رو پیروی بکنن و به زبان خیلی ساده از او بخوان، بطلبن، که خودش گفته من پشت در قلب تو ایستادم که اگر به من ایمان بیاری، قلبت رو باز بکنی، من با تو سر یک سفره میشینم. و این بر من خیلی زیبا و دلنشینه. بزرگترین تأثیری که ایمان در زندگی من داشت این که منو خیلی صبور کرد. از اون آدم بسیار بسیار سریع الواکنش منو خیلی آروم کرد و به احساس میکنم این انگیزه رو در من بیشتر تقویت کرد، سوای از محبت خیلی زیاد که دیگران رو عضوی از یک بدن ببینم. اگر کسی کاری میکنه، سعی میکنم خودم رو آروم بکنم و میگم این سلولی از یک بدن که شاید الان توی وضعیت خاصی باشه. یاد گرفتم که بسیار 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 کمتر قضاوت بکنم. نمیگم کاملا، آدم نیستم که اهل شعار باشم بگم الان نمیدونم از این رو به اون رو شدم، نه. ولی در این چند سالی که واقعا به خداوند ایمان آوردم، سعی کردم که قضاوتم خیلی خیلی کمتر بشه، نسبت به دیگران واکنش خیلی خیلی نرمتری نشون بدم، عکس العملام خیلی آرومتر باشه، شنونده بهتری شدم نسبت به دیگرانی که پیش من میان درد و دل میکنن یا از من کمک میگیرن، و احساس میکنم صبورتر از قبل شدم. خیلی سخته که تمام زندگیمو بخوام این دگردیسی رو توضیح بدم، ولی واقعا برای من یک دگردیسی بود آشنایی با مسیح، مثل اون پیله‌ای که باز شد و اون پروانه از اون خارج شد و شروع کرد به پرواز کردن. محبت واقعی رو فقط من در مسیح پیدا کردم. به قول یکی از دوستان و بزرگان یه جمله خیلی قشنگی میگه، شاید بعضیا این باور داشته باشن که راه‌های رسیدن به خدا خیلی زیاده، آدم میتونه آدم خوبی باشه و به خدا برسه، اما من به جرأت میتونم این رو به سرس قاطع بگم، انسان یا باید مثل مگس زندگی بکنه یا مثل زنبور عسل. وقتی که از لانه جدا میشه یا باید به سمت گل و گیاه و عطر بره که اونو تبدیل بکنه به شهد، یا بر روی فضولات و کثافات بشینه که زندگی مگسگونه است. این وسط ما چیزی نداریم و امیدوارم که دوستانی که این تصویر رو میبینن و صدای منو میشنون اون زندگی زنبورگونه رو انتخاب بکنن و شهد محبت مسیح رو بچشن.